سلام، به چهارمین برنامه صفدو ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم. مردم آمریکا صبح جمعه با یک بمب خبری بیدار شدند. تست کرونا رئیس جمهوری و بانوی اول مثبت درآمده. فارغ از اینکه شخص اول مملکت چنانچه دچار کووید شود چه اثری بر اداره کشور خواهد داشت، حدود یک ماه به انتخابات مانده. تست کرونا مثبت دونالد ترامپ یعنی کمپین او به شکلی جدی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. همکارانم سینا علی نژاد در لس آنجلس، امیر پیام در دفتر ما در واشنگتن و خشایار جنیدی هم از منزلش در واشنگتن با ما هستن. خوش آمد میگم به هر ستون. خشایار، آخرین خبرها رو به ما بده. مارک مدوز رئیس دفتر کاخ سفید امروز در بین خبرنگاران حاضر شد، خیلی کوتاه باشون صحبت کرد. اونطوری که او میگفت، آقای ترامپ یک علائم خفیفی از بیماری رو نشون میده و روحیش خوب هست و از اقامتگاه خودش در کاخ سفید بر امور نظارت میکنه و اول صبح هم اول از هر چیزی در مورد وضعیت اقتصادی کشور سوال کرده. ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور، هم در توییتر نوشت که او هم علائم خفیفی داره و ابراز امیدواری کرد که خیلی سریع حال خودش و رئیس جمهور خوب بشه. قطعیت در مورد ابتلای رئیس جمهور و همسرش در به بیماری کووید 19 رو دیشب نیمه شب ما داشتیم، زمانی که اول آقای ترامپ توییت کرد که او و همسرش به خاطر ابتلای یکی از دستیارانش در قرنطینه قرار دادن خودشون رو و سپس توییت کرد که تست اونها مثبت در اومده و هر دوتاشون بیماری رو دارن. خشایار، و بلافاصله بعد از اون تست کوتاه، یعنی زمانش کوتاه هست، بعد یه تست دیگه دادن، این ماجراش چی هست؟ یک تستی هست که خیلی سریع جواب میده، معمولا بین 13 تا 15 دقیقه جواب میده. چقدر دقیقه؟ هیچ کدوم از تست ها 100% دقیق نیستن. یعنی من خودم چون هفته پیش هر دو تست رو انجام دادم، یه پی سی آر هست که یک مقدار بیشتر طول میکشه، اون دقیق تر هست. تست کوتاه معمولا اگر در یکی دو روز اول مبتلا شده باشید شاید نشون نده و از میزان دقت کمتری نسبت به پی سی آر برخوردار هست که جوابش دیرتر میاد ولی دقیق‌تر هست. به هر حال از رئیس جمهور تست اول انجام داده بودن، منفی بوده، مجددا تست رو انجام دادن، تست جدید نشون داد که مبتلا هست. البته هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش به غیر از همسرش تا اینجا تستشون مثبت نبوده. مایک پنس معاون رئیس جمهوری هم تستش منفی بوده. از سوی دیگر آقای بایدن، کاندیدای دموکرات ها، که سه‌شنبه در مناظره شرکت کرده بود در اوهایو در برابر رئیس جمهوری و همسرش هم تست دادن، امروز صبح مشخص شد که تست اونها هم منفی بوده. اما اینکه رئیس جمهور کی و کجا مبتلا شد، صحبت از این زمانی شروع شد که مشخص شد خانم هوپ هیکس، یکی از دستیاران ارشد او در کاخ سفید، مبتلا هست. فردی هست که سه‌شنبه به همراه رئیس جمهور به اوهایو رفته بوده برای مناظره، چهارشنبه او رو همراهی می‌کرده، پنجشنبه صبح مشخص میشه کاخ سفید میدونه که او مبتلا شده و تستش مثبت است. ولی با اینکه از نزدیکان رئیس جمهور هست و در معیت او همیشه مشغول به کار هست، سفر آقای ترامپ به نیوجرسی برای بخشی از کارزار انتخاباتیش و دیدار با کسانی که کمک مالی میکنن به کارزار انتخاباتیش رو کنسل نکرد و به اونجا سفر کرده. بعد از اون بوده که بعضی از کسانی که اونجا حاضر بودن گفتن که احساس کردن رئیس جمهور در این برنامه یک مقداری خسته است. بعد از اون بود که آقای ترامپ اعلام کرد که تست دستیارش مثبت بوده و بعد از اون هم که خودش رو مشخصا اعلام کرد که بیمار شده. امیر، میتونم حدس بزنم که از صبح همینطور دارن رسانه های این خبر رو پوشش میدن و انواع و اقسام صحبت ها مطرحه. کمی در مورد این واکنش ها بگو. همینطوره فرناز، همونطور که حدس میزدیم این خبر خیلی سریع رأس اخبار دنیا
و آمریکا رو به خودش اختصاص داد از سیل پیام‌هایی که رهبرهای کشورهای مختلف برای سلامتی آقای ترامپ و همچنین از داخل آمریکا چهره‌های مختلف سیاستمدار و غیر سیاستمدار دارن براش می‌فرستن، تا مردم که خیلی سریع با باز کردن فیسبوک یا اینستاگرام و توییتر اول صبح با این شوک خبری روبرو شدن و هنوز دارن اون رو هضم می‌کنن. خیلیا که شاید از منتقدان آقای ترامپ بودن اون رو به یک نوعی در برابر اون حرف‌هایی که آقای ترامپ قبلا در رابطه با کم اثر بودن یا قلابی بودن یا اخباری که در مورد شدت بیماری کرونا باهاش حالت مناقشه برانگیزی صحبت میکرد قرار دادند و یک سری حتی این شبهه رو به وجود آوردن که شاید به خاطر اینکه خیلی‌ها میگن اون مناظره سه‌شنبه شب بین آقای ترامپ و بایدن به یک نوعی به نفع آقای بایدن بوده، شاید این عذر و بهانه یک جوری تئوری توطئه رو پیش کشیدن و میگن که شاید اصلا این بهانه است، در صورتی که خب هم میدونیم همه منابع خبری این رو تکذیب کردن و هم هیچ انگیزه ای نمیتونه آقای ترامپ داشته باشه، چون که اون سعی میکرد تو دو هفته گذشته با موضوع دیوان عالی و قاضی جدیدی که براش معرفی کرده بود توجه ها رو از بیماری کرونا که فکر میکنه نقطه ضعفش است در کارزار انتخاباتی به منحرف بکنه یا بکشه به یه سمت دیگه، و همزمان خب میدونیم این خبر خیلی سریع بازار سهام رو روش تاثیر گذاشت، از توکیو و شانگهای تا آمریکا بازارهای سهام بهش جواب نشون دادن و این نمیتونه باز هم به نفع آقای ترامپ باشه چنین خبری. بنابراین این هول و حواشی خیلی سریع توی شبکه‌های خبری داره شدت میگیره. خیلی همون سوالی که پرسیدی در مورد اینکه چطور اگر هر روز تست میشن این افراد چطور تونسته که آقای ترامپ این بیماری رو بگیره، چرا زودتر بهش توجه نکردن، سوال‌های بسیاری داره مطرح میشه همزمان با واکنش‌های بین‌المللی که چه اقتصادی چه سیاسی در نگرانی دارن از اینکه صندلی پرقدرت‌ترین رئیس جمهور دنیا حالا تکلیفش چی میشه. سینا قبل از اینکه حالا من به اون مناظره اشاره بکنم، من میخوام از تو بپرسم، چون تو خیلی علمی میدونم که قضایای مربوط به کرونا رو دنبال میکنی، چه نگرانی هایی وجود داره در مورد اینکه آقای ترامپ این بیماری رو گرفته؟ من دیدم خیلی در مورد هم بازه سنی او صحبت میشه، هم اینکه به هر حال گفته میشه که او وزنش هم اضافه هست و اینها همه جزو چیزهایی هست که میتونه خطرناک باشه. بله، اونطور که مطالعات پزشکی نشون میده مردان سالخورده‌تر به خصوص حتی در مقایسه با زنان سالخورده‌تر در معرض بالاتر هم مرگ هستند هم بیماری شدیدتر، هرچند تعداد زیادشون خوب میشن، تعداد زیادشون با علائم خفیف از بیماری عبور میکنن. و در این مورد تازه سری خبران نشون میده که آقای ترامپ علائم خفیف بیماری رو از خودش نشون داده. سینا در چه بازه زمانی این مشخص میشه؟ چون به هر حال الان اولین خبرها اومده، ولی برای خیلی ها این مسئله نگران کننده است که قدرتمندترین مرد جهان الان دچار یک بیماری هست که ممکن است ظرف چند روز واقعا او رو درگیر جدی بکنه. خب بستگی به این داره که کی ویروس رو گرفته باشه. الان نمیشه گفت دقیقاً آیا وخیم‌تر خواهد شد حال او یا نه. یعنی مثلا 25 مارس با رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه دیدار کرده، اون شخص هم ظاهراً امروز تایید شد که به ویروس کرونا مبتلا است. اگر منشأ ویروس هر دو یکی بوده باشه، یعنی یکی از اونها او رو به دیگری منتقل کرده باشه، الان با گذشت 6 7 روز شاید تاریخی که گفتی کی بود سینا؟ گفتی 25 مارس بوده. 25 مارس با اون شخص دیدار کرده و اون شخص خیلی قدیم نیست. 25 مارس میشه بوده 5 ماه 4 ماه عذر میخوام 25 سپتامبر خب بنابراین باید ببینیم که کی ویروس به ویروس مبتلا شده تا بشه نظر درجه ببینیم که آیا از این بدتر میشه یا نه. الان گزارش ها نشون میده که هیچی نمیتونن بگن، یعنی ممکنه شدیدتر بشه، ممکنه با همین حالت از بیماری عبور. صحیح. خشا میخواستی چیزی بگی؟ بگو قبل از اینکه بریم به ادامه صحبت سینا در موردی که هنوز در خیلی از بیماران دیدیم که اصلا که روال منظم و مشخص نداره بیماری کووید و بالا پایین میشه، بعضیا چندین هفته طول کشیده و بعدها علائم بدتری را خودشون نشون دادن، بعضیا خیلی زود خوب شدن. بنابراین نمیشه با قطعیت گفت. اینکه الان میگن که علائم خفیفی داره یعنی که حداقل امیدواری دارن که با مسکن و استراحت بتونن این علائم رو کنترل کنن. علائمی مانند تب میتونه باشه، میتونه کوفتگی و درد عضلانی باشه و احتیاجی به بستری شدن در بیمارستان و احیانا دستگاه تنفس و اینها نیست. احتمالاً اینا رو در روزهای آینده میفهمیم. بله، موضوعی که اینجا خیلی مهم هست با توجه به اینکه فرد مبتلا رئیس جمهوری آمریکاست و فرمانده کل قوای آمریکاست و نقش بسیار مهمی داره در
امور سیاسی جهان و ثبات در جهان و این و در حد خود آمریکا. سقوط بازارهای بورس هم دیدیم که بلافاصله با انتشار خبر، با که خود آقای ترامپ توییت کرد که من بیمارم، یعنی که حداقل کنترل داره و اعصابش سر جاش است، هوش و حواسش سر جاش است، چه تأثیر رو بازار بورس گذاشت. این موضوع نگرانی بزرگی هست و در آمریکا هم رسانه‌ها هم دولت دارن روی قضیه تکرار میکنن که سلسله مراتب مدیریت کشور سر جاش است. یعنی اگر در وضعیتی قرار بگیره که رئیس جمهور از نظر جسمی یا نظر ذهنی توانایی اداره کشور رو نداشته باشه، طبق قانون اساسی وظایف ریاست جمهوری محول میشه به مایک پنس که معاون رئیس جمهور هست. و در ضمن اگر هم مایک پنس نتونه اداره کنه امور کشور رو به هر دلیلی، ممکنه همین بیماری باشه یا هر دلیل دیگری، نفر سوم نانسی پلوسی هست که رئیس مجلس نمایندگان هست. بعد از اون رو هم دیدن، یعنی وزیر خارجه میشه نفر چهارم، نفر پنجم میشه وزیر دفاع. امیدواریم حالا دیگه کار به اونجاها نکشه. سلسله مراتب سر جاش هست و دائم دارن اعلام میکنن، اینکه اعلام کردن مایک، یعنی میخوام بگن که فعلا همه چیز تحت کنترله فعلا. برای ابراز دقیقاً همین حرفی که بگو امیر، دقیقاً همین که در رئیس دفترشون آقای مارک مدو اومدش و تاکید داشت بر اینکه نشانه ها ضعیفه، دقیقاً معنی همین هستش که فعلا رئیس جمهور بر سر کاره و احتیاج به اینکه اون ماده سوم متمم 25 قانون اساسی بخواد فعال بشه که آقای پنس یا آقای بعد از اون نانسی پلوسی و بعد از اونم چاک گراسلی به عنوان مسنترین سناتور سنا بخواد این ردیف قدرت رو دستش بگیره فعلا مطرح نیست. اما این موضوع خیلی سریع دوباره به همونطور که از اول موضوع ماسک زدن یا زدن یا این کرونا به یک موضوع سیاسی تبدیل شده بود، الان دوباره این موضوع همونطور که میدونیم تو دو سه روز گذشته هم خیلی دوربین ها نشون میدادن که وقتی خانواده آقای ترامپ میمدش توی مناظره می نشستن ماسک نزدن، حتی گفته شد پزشکی که اونجا مأمور بوده رفته بهشون ماسک تعارف زده ولی اونها نگرفتن و این خیلی سریع داره دوباره به یه رفراندوم تبدیل میشه. کریس والاس همین رو گفت، مجری جلسه هم در واقع مجری اون مناظره همین رو گفت. من میدونم که به هر حال این بحث وضعیت فعلی آمریکا مهم است، ولی بحث ما راجع به انتخابات هست. بذارید نگاهی بکنیم به صحنه هایی از اون مناظره که در اون مناظره هم باز همین بحث ماسک و کرونا مطرح شده بود. ببینیم. ماسک چیز بدی نیست. من هم یکی دارم که هر وقت لازم باشه به صورتم میزنم. امشب هم آزمایش دادم با جدا نشستن. من وقتی لازم باشه ماسک میزنم. مثل اون نیستم که همیشه ماسک داشته باشه. 50-60 متر اونورترم که باش حرف میزنه دم یه ماسک بزرگ و صورتشه. 200 feet away from it he shows up with the biggest mask I've ever seen. خب مشخص هست که خیلی با حالت شوخی و مسخره با آقای بایدن صحبت میکنه که چرا ماسک میزنه. میدونیم که جو بایدن منفی شده تستش و البته ابراز امیدواری کرده که هرچه سریعتر هم دونالد ترامپ حالش خوب باشه. اما سینا چه تأثیری داره این اتفاقات روی عموم مردم؟ به هر حال کسانی که میبینن که آقای ترامپ از روز اول مسئله کرونا و ماسک رو به خصوص، همین چند هفته پیش هم صحبت چه میکردیم در صحبت با در مورد اون کتاب ترس هم باز همین مسئله مطرح بود، با بادوودوار تختی صحبت کرده بود، کلن این قضیه رو خیلی جدی نگرفت از آغاز. بله، آقای ترامپ موزی اولیش انکار بود، یعنی وقتی تا وقتی که ویروس در ووهان چین بود از راه دور از چین رو تشویق میکرد، از رئیس جمهور چین ستایش کرد که خیلی خوب مدیریت کرده این ویروس رو، با شفافیت عمل کرده. حتی وقتی روز 21 که ژانویه اولین مورد در امریکا ثبت شد، روز بعدش آقای ترامپ گفتش که همه چی تحت کنترل، اتفاق مهمی نخواهد افتاد. و این موضوعی بود که در واقع تا میشه گفت ماه مارس، یعنی دو ماه بعد، همچنان اعلام میکرد و موضع رسمیش بود، یعنی کم رنگ جلوه دادن ویروس و اینکه چیز مهمی نیست. بعد البته در طول تابستون و اواخر بهار که به شدت گسترش پیدا کرد، نه فقط در نیویورک بلکه در سایر ایالات، آقای ترامپ گفتش که باز موضعش این بود که ما داریم به خوبی این رو مدیریت میکنیم، حداکثر تلاش رو میکنیم. از نظر اقتصادی آقای ترامپ موضعش همیشه این بوده که باید اقتصاد رو باز نگه داشت، یعنی مخالف مقررات من تردد بود که آبیش خودش وقت دولت فدرال در این زمینه موضعی خیلی محکمی نگرفت برای بستن فروشگاه‌ها، کسب و کارها. خیلی هم با اون موافقن، اینطور نیست، چون به هر حال وضعیت اقتصادی هم میتونست روی سلامت خیلی ها تاثیر بگذاره. همین حالا به خصوص مطرح است که هم روی سلامت روانی هم روی سلامت جسمی خیلی ها در جهان تاثیر گذاشته، این بند و بست هایی که به خاطر کرونا ایجاد شد.
همینطوره، یعنی برخلاف موضع مقام های بهداشتی ارشد دولت که میگن باید اول بحران رو مدیریت کرد، کنترل کرد، بعد اقتصاد رو باز کرد، آقای ترامپ برای نظره که اگر بخوایم اقتصاد رو ضعیف بکنیم، اگر بخوایم مردم رو بیکار بکنیم، اگر بخوایم مانع مدرسه رفتن بچه ها بشیم، اینها عواقب جدی تری برای جامعه خواهد داشت. متوجه، ولی واکنش عمومی چیه به این حرفا؟ آیا اونها هم با او هم‌عقیدن یا نه؟ ببینید، باز این برمیگرده به دولستگی سیاسی جامعه امریکا. از این طرف طرفداران آقای ترامپ هستن که از این دید به قضیه نگاه میکنن که نه، نباید این مشکل رو بیش از حد بزرگ کرد، نباید ازش ترسید، میشه این بحران رو به راحتی رد کرد. و در مقابل کسان دیگری هستن که به خصوص دموکرات ها که میگن بحران جدی هست، بیش از 209,000 نفر تا حالا جانشون رو تو این همگیری از دست دادن و لازم نبوده اینطور بشه، میشده هم بحران رو کنترل کرد و همجوری مرگ مردم رو گرفت، هم اقتصاد رو تقویت کرد. ولی میگم این بحث باز برمیگرده مسلما همین الان هم که آقای ترامپ مبتلا شده، مسلما باز طرفدارانش اینطور نیست که به راحتی بیان بگیم که نظرشون عوض میشه رژیم ویروس و برمیگردن اون طرف. ولی خیلی جالب حالا این اشاره میکنید، برای اینکه همین چند وقت پیش تصاویری از طرفداران و در واقع تجمع های طرفداران آقای ترامپ بود که میگفتن اصلا این یه شوخیه، یه تئوری توته است، اصلا این ویروس وجود نداره. امیر، اگر بخوایم الان حساب بکنیم، آیا تونسته که در واقع این بحث ابتلای آقای ترامپ به نظر تو به نفع جو بایدن تموم میشه؟ چون جو بایدن از روز اول میخواست که کرونا رو بکنه مسئله اصلی این انتخابات و دونالد ترامپ تمام تلاشش این بود که روی مسائل دیگه مانور بکنه، از جمله مثلا برگردوندن نظم و قانون، مسئله اقتصاد، مسائل دیگه. دقیقا همینطوره، یعنی میگم الان تقریبا دارن تبدیل میکنن گرفتن کووید 19 توسط آقای ترامپ و به قلب کاخ سفید راه پیدا کردن اون رو به نوعی و همزمان تست خانم سناتور هریس و آقای بایدن منفی شدن به خاطر اینکه اونا ماسک میزنن و به یک نوعی تایید مثبت اینکه آنچه که ما میگفتیم درست بود. اما میخوام اینو اضافه کنم که فقط آقای ترامپ به عنوان کسی که حالا اون اول در رابطه با کووید 19 و ورود اون حالا از چین یا از هر جای دیگه ای تصمیم می گرفت زیر در از تیغ انتقاد نیست. خیلی ها این شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینها رو در این پراکنده کردن اخبار جعلی و یا هر نوع شایعی که به خاطر اینکه خبر خیلی بزرگ هست مسئول میدونن. من همین دیروز با یه دوستی توی ویرجینیا صحبت میکردم که اتفاقا دموکرات هم هستش، بهش میگفتم دلم تنگ شده خیلی وقت ندیدمت، گفت ان شاءالله بعد از انتخابات این کووید کرونا هم میره تموم میشه، ما میایم میبینیم. من یه جوری داشت تنه میزد که انگار که این یک مسئله سیاسی که فقط تا 3 نوامبر مسئله خواهد وجود خواهد داشت. یعنی اون هم تا حدودی باور کرده بود که به قولی شاید این یک تئوری توته است برای اینکه آقای ترامپ رو تحت تاثیر قرار بدن و این دیگه وقتی کسی که خودش هم دموکرات هست تا یه حدودی متاثر از اون اخباری هستش که توی شبکه‌های اجتماعی هست. حالا الان دموکرات‌ها دست بالا رو گرفتند. من داشتم برایتبارت رو نگاه می‌کردم، برایتبارت تیترش این هستش که ترامپ ویروس چینی رو گرفت. یعنی خیلی اون هم سری داره سعی می‌کنه که می‌دونید توضیح بدی برای کسایی که نمی‌دونن برایتبارت چی هست، برای اینکه ممکنه همه نشناسن. برایتبارت یکی از وبسایت‌های راست افراطی هستش اینجا، می‌دونید به خاطر استیو بنن که سردبیرش بود تو دوره 2016 میگفتن خیلی نقش مهمی داشته در برنده شدن آقای ترامپ. و حالا این میدونیم علاوه بر مسئله اقتصادی آقای ترامپ، این قدرتمندی خودش در برابر چین رو هم به عنوان یکی از برگای برنده که چرا باید به اون رأی داد کسانی که از چین انتقاد دارن مطرح میکرد، یه جوری برایتبارت اون رو بس کرده به این که انگار که باز بندازه تقصیر چین و مسئله رو به یک جوری برگردونه به سمت دست بالای آقای ترامپ. این قضیه محیط زیست رو هم من میخوام حتما راجعش صحبت بکنم. این مناظره قرار بود بخش اصلی برنامه امروز باشه که این خبر کرونا آقای ترامپ برنامه رو تحت تاثیر قرار داد. باز میخوام برگردم به تو سینا، چون میدونم باز این مسئله محیط زیست مسئله است که شخصا برات مهمه، شخصا پیگیری میکنی. جنگل ها آتش گرفت، آقای ترامپ گفت جنگل ها رو خوب برنامه ریزی نکردید، خوب در واقع بهشون رسیدگی نکردید. میخواید یه صحبت هاشو بشنویم بعد بپردازیم به بحث؟ من میخواهم که ما آب کاملا تمیز و پاک داشته باشیم. میخواهم که هوای ما تمیز باشد. اگر به آمار آلاینده های هوا دقت کنید، ما حالا کمترین میزان کربن را در هوا داریم. ما خیلی وضع خوبی داریم و کسب و کارها را هم خراب نکرده ایم. به توافق پاریس نگاه کنید. افتضاح بود. مردم خیلی خوشحال شدند از اینکه ما از این توافق خارج شدیم. برای اینکه به نفع اقتصاد بود. درباره آتش سوزی ها هم
شما به جز دلایلی که گفتید به مدیریت جنگلداری احتیاج دارید. زمین جنگل‌ها پر از برگ و درخت‌های خشک است که یک تای سیگار در آن بیاندازید کل جنگل می‌سوزد. Nobody's going to build another coal-fired plant in America. هیچ کس دیگر در آمریکا نیروگاه برقی نمی‌سازد که با زغال سنگ یا نفت کار کند. همه به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی می‌روند. برنامه ما این است که همه خودروهای دولتی برقی باشند. ما 500 هزار ایستگاه شارژ باتری در بزرگراه‌هایی که می‌سازیم راه اندازی خواهیم کرد. ما 4 میلیون ساختمان می‌سازیم که عایق‌بندی‌های خوبی دارند و هوای سرد و گرم از آن خارج نمی‌شود که انرژی ما هدر برود. اولین کاری که می‌کنم این است که به توافق پاریس باز می‌گردم، برای اینکه بدون ما این توافق از هم می‌پاشد. سینا، برای خیلی ها ممکنه در جایی که تو هستی این قضیه خیلی حیاتی باشه در کالیفرنیا. واقعا چقدر تأثیر داره روی نگاه مردم به داستان؟ باید بگم که آتش سوزی ها شاید تأثیر داشته، چون غرب امریکا رو فرا گرفت برای حدود چند هفته، شاید نزدیک یک ماه، یه منطقه به وسط نیوجرسی بیش از 22 هزار کیلومتر مربع رو سوزوند، بیش از 30 نفر کشته شدن، هزاران خانه از بین رفت. برای این موضوع رو بعد اینو بگم، دودش نه فقط آسمان کالیفرنیا برای دو هفته یا بیشتر، بلکه مناطق وسیعی از کل امریکا رو پوشوند. بعد همین این موضوع رو در صدر اخبار قرار داد و به موضوع انتخابات بدل کرد. برای اولین بار ما می‌بینیم که موضوع تغییر اقلیم و گرمایش به موضوع جدی بحث در انتخابات امریکا تبدیل میشه. آقای ترامپ موضوعش روشنه. آقای ترامپ موضوعش این هستش که تا حدود زیادی انکار میکنه گرمایش زمین رو و طرفدار سوخت‌های فسیلی است. آقای بایدن در مقابل از یک دیدگاه کاملا متفاوتی میاد، گرمایش رو کاملا قبول داره، میگه باید به حرف دانشمندان اعتماد کرد و برای اولین بار یک برنامه خیلی مفصلی ارائه کرد یک نامزد که آقای بایدن باشه در این مورد. برای رای دهنده ها چقدر این اولویت هست و بهش فکر میکنند؟ بله، باز از این نظر هم نظرسنجیان نشون میده که در یک سال اخیر به تدریج گرمایش شروع کرده، در میان مردم اهمیتش سطحش بالا رفتن. در نظرسنجی که مثلا مؤسسه‌ای کرده، مؤسسه اپسوس کرده در ماه آوریل، نشون میداد که فکر می‌کنم نزدیک 60 درصد آمریکایی‌ها گفتن قبول دارن که گرمایش در مدت خطری در اوایل کووید 19 است. بله. و همین در تقریبا در همین حدود گفتن که دولت باید وقتی به فکر بهبود اقتصاد و خروج از بحران کووید هست، مسئله گرمایش و مبارزه با گرمایش رو بگنجونه به عنوان یک موضوع سیاسی و به این ترتیب استفاده از انرژی نوین اهمیت بده. امیر بگو، تو می‌خواستی چیزی بگی؟ من از می‌خواستم بگم حالا کالیفرنیا که داره در آتش می‌سوزه و وضعیت خیلی بحرانی داره، چون دموکرات هستش ممکنه رأیش، نظر مردم و نگرانیشون خیلی تأثیری روی عوض شدن رأی نذاره، ولی موضوع اینه که این مسئله گرمایش زمین الان این طوفان‌هایی که از جنوب، از اقیانوس اطلس و آتلانتیک از جنوب داره میاد، اینا داره ایالت‌های مثل تگزاس یا فلوریدا، جایی که آقای ترامپ داره رأی می‌گیره، توی 4 سال گذشته شدتشون یعنی شدیدتر شدن و تعدادشون بیشتر شد. امسال برای اولین بار 5 تا طوفان استوایی همزمان توی اتلانتیک شکل گرفتش، اقیانوس اطلس، و این نشون میده که اونها هم دیگه باید نگران باشن، چون دارن به صورت مستقیم و هستن واقعا در تگزاس. چون آقای ترامپ اگه یاد باشه سری قبل خیلی رو رأی کسایی حساب میکرد که مثلا کارگر معدنهای زغال سنگ بودن، مثلا کارگر کارخونه های ماشین هایی بودند که با سوخت فسیلی کار میکنن. آیا هنوز هم اونو بگو خشه ببخشید حرف شما قطع کردم. همینطور هست. ببین، یه مسئله عقیدتی اینجا مطرح میشه، این که بخشی از جامعه آمریکا هستن که بحث گرمایش براشون مهم هست و میگن که باید بریم به سمت سوخت های تجدیدپذیر و زغال سنگ و اینها رو بذاریم کنار، گاز و منابع انرژی فسیلی رو بذاریم کنار به تدریج. بخش دیگری هستن که طرف نسل اندر نسل کارگر معدن زغال سنگ بوده و حالا اینطور فکر میکنه که آقا این دموکرات ها دارن میارن مشاغل ما رو از ما میگیرن، بعد مثلا توربین بادی هم که میخوام بسازن ازش برق بگیرن میدن چین بسازه.
بنابراین این وسط سر ما بیکلاه داره میمونه و خیلی هم اتفاقا اینها عقیدتی و محکم سر این قضیه وایستادن و اینها هستن که در مناطق که معادن فعال هستن، در مناطق صنعتی، حتی جاهایی که کارخونه های کوره های نبرد فولاد بوده که تعطیل شدن و میگن که مشاغل ما رو به خاطر شل بودن دموکرات ها چینی ها دزدیدن بردن تو چین دارن تولید فولاد میکنن یا هر صنعت دیگری. بنابراین اینطور نیست که بگیم که حالا چون هوا داره گرم میشه همه متوجه گرمایش زمین هستن. طرف به اولین چیزی که نگاه میکنه جیبش هست و نونی که میخواد سر صبح بگیره جلوی خانواده‌اش بگذاره و این براشون مهمه. بله، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیر میخواد حرفش رو تکمیل کنه. میخوای بگو امیر؟ می‌خواستم بگم این مسئله هم در کالیفرنیا، هم در جنوب، هم در جایی که معادن هستن داره یک مسئله حساسی میشه، چون مثلا در پنسیلوانیا یا وست ویرجینیا، ویرجینیای غربی، آقای بایدن داره تلاش میکنه با اینکه نه مثل هیلاری کلینتون و برنی ساندرز خیلی قاطعانه در رابطه با قطع سوخت‌های فسیلی پیش بره، بلکه بگه که نه مثلا من فرکینگ، یعنی همون گاز گرفتن از طریق لایه‌های زمین، اینها رو متوقف نخواهم کرد، شاید محدودشون کنم به خاطر اینکه نمی‌خوام مشاغل رو از بین برم، ولی سیاست هم اینه که به سمت انرژی سبز بریم. یه جورایی آقای بایدن داره تلاش میکنه اون رای دهندگانی که دفعه قبل فقط به خاطر این مسئله مخصوصا معدن از خانم کلینتون روی برگردوندن رو جذب خودش کنه و بگه من نگران شغل شما هم هستم، نگران محیط زیست هم هستم. صحیح. خیلی ممنونم از هر سه شما. خیلی کم وقت داریم، 20 ثانیه. بگو. امیر الان اشاره کرد یکی از نقاط قوتی که آقای ترامپ روش معروف میتونه بده بحث استقلال انرژی هست که در دوره او آمریکا از واردات نفت بی‌نیاز شده و صادرکننده نفت و ال‌ان‌جی تبدیل شده. بله، این بحث رو حتما دفعه بعد ادامه میدیم. خیلی ممنونم از هر سه شما، متشکرم که وقت گذاشتید، خشایار، سینا و امیر، و ممنونم از شما که با این سفیدای ویژه انتخابات همراه ما بودید. شب روزتون خوش.